خوشه های خشم، نوشته جان شینبک، مترجمان شاهرخ مسکوب عبدالرحیم احمدی، قسمت 33. سیری گفت ما یه نصف کیسه سیب زمینی داریم. مادر گفت دو تا سکه 50 سنتی به هم بده. پدر دست به جیب برد و دو سکه نقره به او داد. مادر تشتی برداشت، آن را پر از آب کرد و زیر چادر رفت. داخل چادر تاریک شده بود. سیری آمد تو و شمعی روشن کرد و آن را روی صندوقی چسباند. سپس بیرون رفت. مادر یک دم چشمهایش را به جسد دوخت. آنگاه حس ترحمی در او پدید آمد. حاشیه ای از پیشبندش را پاره کرد و برای به هم آوردن فک‌ها به دور سرش گره زد. دست و پایش را راست کرد و دستهایش را روی سینه صلیب نمود. پلک‌هایش را به هم آورد و روی هر یک سکه نقره گذاشت. دکمه های پیراهنش را بست و صورتش را شست. سیری سرش را تو کرد و گفت میتونم بهتون کمک کنم؟ مادر سرش را به آهستگی بالا آورد. بیاین تو، باهاتون حرف داشتم. سیری گفت دختر بزرگتون خیلی کاردون و باسلیقه است. الان داره سیب زمینی ها رو پوست میکنه. چه خدمتی از من ساخته است؟ مادر گفت من میخواستم پدر بزرگو سر تا پا بشورم. کار دیگه ای نداریم. راستی این پتوی شما پاک از بین رفته. بوی مرگ هرگز از رخت خواب نمیره. به هیچ وسیله ای نمیشه از بینش برد. یه سگی دم دوشکی که مادرم روش مرده بود زوزه میکشید و میلرزید. و این 2 سال بعد از مرگش بود. باید تنشو با پتوی شما بپوشیم. یه پتوی دیگه به شما میدیم. سیری گفت این حرفا چیه؟ ما خیلی خوشحال میشیم که به شما کمک کنیم. خیلی وقته که خودم رو همچین آسوده ندیده بودم. آدم احتیاج داره که به دیگرون خدمت کنه. مادر گفته او را تایید کرد. همینطوره. مدتی به صورت نتراشیده، فکهای بسته و چشمهای نقره‌ای که در فروغ شمع میدرخشید خیره شد. چشماش هم نمیاد. ببندیمشون. اون خانم پیره خیلی خوب این ضربت رو تحمل کرد. مادر گفت مادر بزرگ خیلی پیره. شاید فقط مادر بزرگ درباره اون چه گذشته یک کلمه نگفته. شاید بهتر بود که فوراً از مرگ پدر بزرگ خبردار نمی شد. ما خیلی سربلندیم که از میدون در نریم. پدرم همیشه می گفت همه کس می تونه در بره، ولی باید مرد بود و ضربت رو تحمل کرد. ما همیشه سعی میکنیم که مغلوب نشیم و کمر خم نکنیم. مادر پتو را با دقت روی پاها و شانه های پدر بزرگ گرداند. گوشه لحاف را مثل لچکی روی سر پدر بزرگ آورد و پایین کشید تا صورتش پوشیده شد. سیری یک مش سنجاق قفلی به او داد و مادر پتو را خوب کشید و به دقت سنجاق کرد تا به شکل توپ درازی در آمد. بالاخره از جا برخاست و گفت کفن و دفنش بد نمی شد. ما یه کشیش داریم که پدر بزرگو تو گور بذاره و بعد همه خانواده بهش کمک می کنن. ناگهان اندکی تلو تلو خورد و سیری به سوی او رفت تا نگهش دارد. مادر با آهنگ تأثر آوری گفت این از بیخوابیه. نه هیچی نیست، ما پیش از حرکتمون خیلی کار داریم، می فهمین؟ سیری گفت بیاین بیرون هوا بخوریم. آره اینجا که دیگه کاری ندارم. سیری شمع را فوت کرد و از چادر بیرون آمدند. شعله خندانی در ژرفای دره کوتاهی می درخشید و تام با چند چوب و سیم آهنی تکیگاه‌هایی ساخته بود که 2 دیگ بر آنها آویخته بود و با صدای خشمگین می جوشید. بخار مطبوعی از زیر سرپوش دیگ‌ها بیرون می دوید. روز شازن روی زمین کنار آتش تند و تیز زانو زده بود و قاشق درازی به دست داشت.
همین که دید مادرش از چادر بیرون می آید، برخاست و به دیدار او رفت. مادر، می خوام ازت بپرسم. مادر پرسید: هنوزم می ترسی؟ نگاه کن، نمیشه که 9 ماه هیچ تکون نخوری. ولی این صدمه‌ای به بچه نمیزنه؟ مادر پاسخ داد: پیشترا مثل بود میگفتن بچه‌ای که در بدبختی به دنیا بیاد خوشبخت میشه. اینطور نیست خانم ویلسون؟ سیری گفت: منم اینو شنیدم. یه ضرب المثل دیگه هم بود: بچه‌ای که در خوشی به دنیا بیاد باید منتظر سختی باشه. روز شازن گفت: انگار دلم به هم میخوره. ما که تفریح نمی کنیم، هی می جنبیم. برو به کماژدونا برس. در کنار دایره روشنی که شعله آتش پدید آورده بود، مردها جمع شده بودند. ابزاری جز یک بیل و یک کلنگ نداشتند. پدر روی زمین خطی کشید. 7 پا طول و 3 پا عرض. به نوبت کار را آغاز کردند. پدر زمین را با کلنگ کند و عمو جان خاک را با بیل برداشت. آل کلنگ زد و تام با بیل برداشت. نوا کلنگ زد و کنی با بیل برداشت. و گودال هر لحظه بزرگتر می شد، زیرا از سرعت کار کاسته نمی شد. سربیل های خاک با جهش سریعی از گودال بیرون می ریخت. همین که تام تا شانه هایش در گودال 4 گوشه فرو رفت گفت: پدر، باید چقدر بشه؟ باید خیلی گود بشه. هنوز باید 3 پا بکنیم. تام، حالا دیگه تو بیا بیرون و برو اون کاغذی رو که گفتی بنویس. تام از گودال بیرون جست و نوا جایش را گرفت. تام رفت تا مادرش را که غذا میپخت پیدا کند. مادر، کاغذ و مرکب داری؟ مادر سرش را به آرامی جنباند. نه، با خودمون نیاوردیم. مادر به سیری نگاه کرد. وزن کوچک اندام به سرعت به سوی چادر رفت. یک انجیل و یک تهمداد با خود آورد و گفت: بگیرین، اولش یه صفحه سفید داره، روش بنویسین و پارش کنین. کتاب و مداد را به تام داد. تام در نور اجاق نشست. چشمهایش در اثر تمرکز حواس جمع شده بود. بالاخره با دقت و آهسته و آرام با حروف درشت و خوانا نوشت: این مرد ویلیام جیمز جود در اثر یک حمله خون مرد. پیر بود، خیلی پیر بود. قوم و خویش‌هایش او را به خاک سپردند، چون که پول نداشتند که دفنش کنند. هیچ کس او را نکشته، فقط یک حمله خون گرفت و مرد. دست از نوشتن کشید. مادر، گوش کن. و آهسته آنچه نوشته بود خواند. مادر گفت: آره، خیلی خوبه. نمیتونی یه چیزی از کتاب مقدس اونجا بذاری که مذهبی بشه؟ کتابو وا کن، یه چیزی انتخاب کن. تام گفت: جملش باید خیلی کوتاه باشه، چون کاغذ دیگه اینقدر جا نداره. سیری گفت: این جمله چطوره؟ خدا روحش را بیامرزد. تام گفت: نه، این بیشتر مثل اینه که دارش زده باشن. من یه چیزی پیدا میکنم. کتاب را ورق زد و خواند. لبهایش را می جنباند و کلمات را با صدای خفیفی ادا می کرد. اینا یه جمله خوب و کوتاه. ولوت به آنها چنین گفت: آه نه خداوندا. مادر گفت: از این که چیزی فهمیده نمیشه. وقتی که می خواهی چیزی بنویسی و اینجا بذاری باید یه معنی داشته باشه. سیری گفت: یه خورده اون برتر تو سوره ها بگردین، معمولا تو سوره ها چیزای پاک و پاکیزه پیدا میشه. تام کتاب را ورق زد و آیه ها را نگاه کرد. آه، واسه جمله یه چیزی پیدا کردم. خیلی مذهبی و خوبه. خوشبخت کسانی که نگرانی هایشان بخشیده و گناهانشان آمرزیده شده است. مادر گفت: آره، این خیلی خوبه، همینو بنویس. تام جمله را با دقت نوشت. مادر یک قوطی مربا را شست و پاک کرد و تام درش را محکم بست. بهتر بود کشیش اینو می نوشت. مادر گفت: نه، کشیش که خیش و قوم ما نیست. مادر قوطی را از دست تام گرفت و به چادر تاریک وارد شد.
یکی از سنجاق‌هایی را که به پتو زده بود باز کرد و قوطی مربا را به زیر دست‌های لاغر و سرد پدر بزرگ راند. سپس دوباره پتو را سنجاق زد. آنگاه به کنار آتش بازگشت. مردان از کنار گور برگشتند. صورتشان از عرق برق می‌زد. پدر گفت درست شد. پدر با عموجان و آل به زیر چادر رفت و هنگامی که باز می‌گشتند جسد پدر بزرگ را به دوش داشتند. آن را تا کنار گور بردند. پدر در گودی گور پرید. جسد را بغل کرد و آن را آرام و ملایم در ته گور نهاد. عموجان دستش را دراز کرد تا به پدر برای بیرون آمدن از گور کمک کند. پدر پرسید مادر بزرگ کجاست؟ مادر گفت برم ببینم. نزدیک تشک رفت و یک دم پیرزن را به دقت نگاه کرد. سپس به کناره گور برگشت و گفت مادر بزرگ خوابیده. شایدم دلش بخواد ولی من نمیخوام بیدارش کنم. خیلی خسته است. پدر گفت پس کشیش کجاست؟ باید برامون دعا بخونه. تام گفت من دیدمش که روی جاده میگشت. اون دیگه نمیخواد دعا بخونه. نمیخواد دعا بخونه؟ تام گفت نه، اون دیگه کشیش نیست. میگه خوب نیست که آدم کشیش نباشه و مردمو با رفتار خودش گول بزنه. گمون میکنم رفته واسه خودش بگرده که بهش نگن دعا بخون. کیزی آرام آرام نزدیک شده حرفای تام را شنیده بود. گفت من نرفته بودم واسه خودم بگردم. من خیلی دلم میخواد به شما کمک کنم ولی نمیخوام شما رو گول بزنم. پدر گفت نمیخواین چند کلمه دعا برامون بخونین؟ تو خانواده ما هیچ وقت کسی رو خاک نکردن مگه اینکه سر قبرش چند کلمه دعا خونده باشن. کیزی گفت خیلی خوب میخونم. کنی با وجود مقاومت روز و شازن او را به کنار گود آورد و گفت باید بیای، اگه نیای خیلی بد میشه. چیزی نیست، خیلی طول نداره. نور اجاق به روی جمعیت میافتاد، چهره ها و چشم هایشان را نمایان می ساخت و در لباس های تیره گم می شد. اینک همه سر برهنه بودند. روشنایی می رقصید و از تن یکی به تن دیگری می جست. کیزی گفت خیلی کوتاه خواهد بود. سرش را خم کرد و دیگران از او تقلید کردند. کیزی خیلی رسمی و با شکوه گفت پیرمردی که در اینجا خوابیده عمر خودشو کرده و بعد مرده. من نمیدونم آدم خوبی بود یا نه، این مهم نیست. هرچی بوده زندگی میکرده، فقط همین به حساب میاد و الان اون مرده و این به حساب نمیاد. وقتی شنیدم که مردک این شعر رو میخوند هرچه زنده است مقدس است، اون وقت من به فکر افتادم و زود فهمیدم که این خیلی چیزا رو میخواد بگه که کلمات بیان نمیکنن. من برای پیرمردی که مرده دعا نخواهم کرد. این پیرمرد کاری رو که میبایست کرده. او یک کار در پیش داره ولی این کار کاملا براش آماده شده و دیگه نمیشه این کار رو از راه دور انجام داد. ولی ما هم کاری در پیش داریم و هزار راه برای انجامش هست و ما نمیدونیم از کدوم راه بریم و اگه قرار باشه که من دعا کنم باید این دعا برای کسانی باشه که نمیدونن از کدوم طرف برن. پدر بزرگ راهش کاملا معلومه و حالا روشو بپوشونین و بذارین به کار خودش برسه. سرش را بالا آورد. پدر گفت آمین. دیگران زمزمه کردند آمین. پدر بیل را برداشت، آن را تا نیمه از خاک پر کرد و خاک را ملایم و آرام در گودال تیره ریخت. بیل را به عموجان داد و جان یک بیل خاک در گور پاشید. سپس بیل دست به دست گشت تا اینکه همه مردان نقش خود را بازی کردند. همین که همه به موجب حقی که داشتند وظیفه خیش را انجام دادند، پدر به توده خاک خفته یورش برد و به تندی به پر کردن گودال پرداخت. زنها نزدیک آتش آمدند تا شام را سرکشی کنند. روتی و وینفیلد مجذوب شده بودند و نگاه می کردند.